مجمع خبرهای بسیار مهم و تازه، مکتب انتقادی یونما ریشه بشر ستیزی را در افغانستان مستحکم می کند. ادامه محدودیت های طالبان بر رسانه ها، عکس برداری در ادارت دولتی پکتیا ممنوع شد. جانبش شنبه های ارغوانی، لابیگران طالبان در تلاش سفید نمایی این گروه هستند و همچنان در پایان از مژده خوش این خبر شاد و خرسند می شوید. مشروع خبرها، گروهی از زنان معترض زیر نام مکتب انتقادی با ابراز نگرانی از تعامل روزافزون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با طالبان می گوید که این نهاد ریشه بشرستیزی را در کشور مستحکم می کند. مکتب انتقادی روز یک شنبه با نشر بیانیه نگاشته است که نما به عنوان یک عنصر تاثیرگذار سازمان ملل نباید از مسئولیت‌های خود پا به فرار بگذارد. به گفته زنان معترض، این نهاد باید در معامله با طالبان منفعت‌های سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان را مد نظر بگیرد. در این بیانیه آمده است اگر یونما دایه اصلی سازمان ملل متحد را در افغانستان پاسداری می‌کند، با کوچکترین رفتار ناسنجیده‌اش در تناقض با فلسفه وجودی آن که نیابت از حقوق بشر و ساختن دولت است، ریشه بشرستیزی را در افغانستان مستحکم می‌کند. بر اساس بیانیه، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، حدود 8 میلیون دختر از حق آموزش محروم، 4.5 میلیون زن آواره و 18 هزار زن دیگر بیکار شدند. در بیانیه همچنان تصریح شده که سرازیر شدن پولهای جامعه جهانی زیر نام کمکهای بشردوستانه به طالبان هیچ تغییر دردسرخوان مردم به میان نیاورده است. همچنان در بیانیه آمده که زنان افغان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و تعامل با این گروه بدون در نظر داشت دیدگاه 18 میلیون زن نقض آشکار حقوق زنان است. این در حالی است که پیش از این زنان معترض افغان از رویکرد جامعه جهانی در برابر طالبان انتقاد کرده بودند. ادامه محدودیت های طالبان بر رسانه ها، عکس برداری در ادارات دولتی پکتیا ممنوع شد. در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران کشور، منابع مالی می گویند که والی طالبان در پکتیا عکس برداری را در ادارات دولتی این ولایت ممنوع کرده است. منابع روز یکشنبه گفتند که والی طالبان این دستور را بر اساس فرمان ملا حبت الله خونزاده رهبر غایب این گروه صادر کرده است. بر بنیاد دستور این مقام طالبان، خبرنگاران به جای تصاویر زنده جان از نشانی و ساختمان ادارات استفاده کنند. پکتیا ششمین ولایت است که طالبان مسئولان محلی این گروه را در آن از عکس برداری منع کرده است. پیش از این طالبان این دستور را در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، تخار، بادغیس و هلمن اجرایی کرده بودند. جنبش شنبه های ارغوانی، لابیگران طالبان در تلاش سفید نمایی این گروه هستند. جنبش شنبه های ارغوانی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان می گوید که لابیگران طالبان بار دیگر در تلاش سفید نمایی این گروه هستند. این جنبش با نشر بیانیه نگاشته است که جامعه جهانی طی 3 سال گذشته سیاست نادیدگیری جنایات ضد بشری را زیر نام تعامل با طالبان دنبال کرده است. با باور جنبش شنبه های ارغوانی، این سیاست در کنار افزایش فاجعه انسانی و نقض حقوق بشری توسط طالبان، این گروه را به ادامه نقض حقوق زنان جسورتر کرده است. در بیانیه آمده است این تعامل سبب جسارت فزایند طالبان در راستای سرکوب سیستماتیک جنایات سازمانی یافته و تبدیل شدن افغانستان به گونه بی سابقه به یک تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی و منطقه ای شده است. در این بیانیه بدون اشاره به شخص یا نهاد همچنان آمده است که لابیگران گروه طالبان اخیراً بار دیگر به طور برنامه‌ریزی شده در تلاش حادثه‌سازی و سفیدنمایی این گروه برای رسمی‌شناسی هستند. جنبش شنبه های ارغوانی از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و لابیگران طالبان پرسیده است که چه تضمینی وجود دارد که ادامه و افزایش تعامل با این گروه سبب تجدید و وخامت اوضاع در کشور نمی‌شود. این جنبش بر سیاست انزوا و فشار نتیجه بخش جامعه جهانی بر طالبان تاکید کرده است. تفنگداران ناشناس یک جنگجوی طالبان را در فاریاب تیرباران کردند. منابع ملی در فاریاب میگویند که تفنگداران ناشناس یک جنگجوی طالبان را در این ولایت تیرباران کرده است. منابع و روزنامه اش صبح گفتند که این رویداد روز شنبه در منطقه قزل کوتل از مربوطات ولسوالی المار و قیصار فاریاب رخ داده است. منابع از این جنگجوی طالبان به نام تورجان یاد کردند. طالبان در فاریاب تاکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که دو هفته قبل نیز یک جنگجوی طالبان در ولسوالی قیصار این ولایت توسط تفنگداران ناشناس کشته شده بودند. گفتنی است که هفته گذشته یک جنگجوی دیگر طالبان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار توسط افرار ناشناس به گلوله بسته شده بودند.
ترامپ و دو سناریوی احتمالی در برابر ایران. معروف است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فرد مدلون و نسبتاً پیش‌بینی ناپذیر است و رفتارهایش را نمی‌توان با سنجه‌های متعارف ارزیابی کرد. همین امر باعث شده که در مورد اینکه جهان در دوران ریاست جمهوری دوم ترامپ در چه وضع قرار خواهد داشت، گمانه‌زنی‌های متفاوت صورت گیرد. یکی از مسائلی که با ریکار آمدن ترامپ مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت، موضوع تعامل غرب و مخصوصاً آمریکا با دولت فعلی ایران است. تحلیلگران با توجه به اتفاقاتی که در این روزها روی داده است، دو سناریوی متفاوت را مورد توجه قرار دادند. بعضی از این تحلیلگران تصور میکنند که دوره ریاست جمهوری ترامپ که تا حدود دو ماه دیگر آغاز می‌یابد، دوران تنش و کشمکش جدی میان غرب و ایران خواهد بود و حتی ممکن است موضوع براندازی نظام در ایران مطرح بحث باشد. سناریوی دوم کاملا برعکس سناریوی نخست است و بر این تحلیل مبتنی است که ترامپ اهل معامله است و ممکن است همان گونه که با طالبان در افغانستان بعد توافق رسید، با جمهوری اسلامی ایران نیز بعد توافق بزرگ دست یابد. نظر به آن که تاکنون به سود هر دین دو سناریو قرینه و شاهد وجود دارد، نمیتوان هیچ کدام از این دو را کاملا نادیده گرفت. دونالد ترامپ تاکنون برخی از وزیران کلیدی کابینه‌اش را تعیین کرده است. شیوه چینینش این وزیران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در تعاملش با آمریکا و اسرائیل روزهای سخت را در پیش دارد. برخی از این وزیران گماشته شده از سوی دونالد ترامپ از جمله وزیران دفاع و خارجه به صراحت از اهداف استراتژیک اسرائیل در منطقه حمایت کرده و با ادبیات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی ایران موضع گرفتند. این موضوع میتواند قرینه باشد بر این که دولت ترامپ فشارها بر دولت ایران را در آینده تجدید خواهد کرد. رهبران اسرائیل نیز به این اعتقادند که با رویکار آمدن ترامپ شرایط به ضرر دولت ایران دگرگون شده است. استقبال فوق‌العاده نتانیاهو از پیروزی ترامپ بر روشنی واضح می‌سازد که رهبران اسرائیل به این باورند که پیروزی ترامپ گام بزرگ در جهت برآورده شدن اهداف کلان استراتژیک اسرائیل در منطقه است. نتانیاهو خود در آخرین سخنرانیش در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از زدن سرمار که مقصود از آن دولت حاکم بر ایران است سخن گفت. بنابراین به نظر می آید که با آمدن ترامپ دست اسرائیل در تضعیف دولت ایران و حتی در تلاش برای ساقط کردن آن باز خواهد بود و در این زمینه از حمایت کامل شامل آمریکا بهره خواهد برد. اپوزیسیون دولت ایران به رهبری رضا پهلوی نیز از پیروزی ترامپ خوشحال است و تصور میکند که این اتفاق زمینه را برای فروپاشی دولت ایران فراهم میسازد. رضا پهلوی اخیراً گفته است که وی آلترناتیو آینده ایران است و باید مردم وی را به این عنوان بپذیرند. شاید گفتگوهایش با مقامهای اسرائیل و آمریکایی وی را به این تصور رسانده که دولت ترامپ از نتانیاهو برای براندازی نظام ایران حمایت میکند و چون رضا پهلوی رابطه خوبی با نتانیاهو ایجاد کرده، مطمئناً گزینه مطلوب آنها برای آینده ایران است. برخی رسانه ها خبر از گفتگوی مقام های اسرائیلی با مقام های امریکایی در مورد سناریوهای احتمالی بعد از سقوط نظام در ایران گزارش دادند.